سلام، درود بر شما تیم سار. درود بر شما. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدا را شاکرم که امشب تونستم در خدمت شما باشم. سلام قربونتون برم خدمت شما، بقیه همکارانتون، تمام همکارای خودمون، خانواده های محترمشون، تمامی ملت عزیز ایران و تمامی ملت دنیا. ای جون دلم، هزار هزار ماشاءاللهتون باشه تیم سار معظم. شما شهید زنده‌ای، شما یادگار اون عملیات حماسه ساز واقعا غرورآفرین هستید. واقعا من جا دارم از طرف خودم و تمام ملت ایران سر تعظیم فرود بیاریم جلوی حضرت عالی و شهید والا مقام شهید دوران عزیزمون و مرحوم شادروان جنت مکان جناب محمود اسکندری و همینطور جناب باقری، تیمسار باقری عزیزم. شما چهار نفری که حماسه ساختید، درود به شما. سر من نمیخوام زیاد صحبت کنم، همه شما رو میشناسن و از رشادتتون تقریبا اطلاع دارن، همه دوست دارن از زبان خودتون بشنون. یه بیوگرافی مختصری از آنچه که به شما گذشت در قبل از اینکه برید خلبانی و وارد خلبانی شدید و برگشتید و بعد چه کردید رو بفرمایید، که کی هم اسیر شدید، چه شد که در اسارت، و بعد انشالله بریم سراغ اون خاطره زیبای شما و خاطرات دیگتون. یا علی مدد. بعد من در هفتم مهر ماه 1332 در مهاباد اصفهان به دنیا اومدم. بعد دوره مدرسه‌م رو همونجا تموم کردم، دبیرستانم هم اردستان تموم کردم، دیپلم اومدم تهران. بعد بچه‌ای که با هم همکلاس بودیم اینا همیشه من رو تشویق میکردن که چون جنب جوش زیادی داشتیم میگفتن شما برای خلبانی خوبی. به همین خاطر ما دیگه قبول کردیم، سال 51 رفتیم وارد نیروی هوایی شدیم، 53 رفتیم امریکا، 55 برگشتیم اومدیم تهران، F4 رو شروع کردیم و تهران بودیم تا 57. 57 اومدیم بوشهر یه دو سه ماه، بعدش منتقل شدیم بندر عباس. اول جنگ بندر عباس بودیم. همیشه از زمانی که آجیر خطر کشیدن روز 29 شهریور همگی رفتیم آلرت. بعد همه به حساب درخواست کننده بودن که برن پایگاه هایی که درگیر جنگ هم، مثل بوشهر و همدان. اول بوشهر و همدان بود که پر بودن. بعد بچه ها رو قرعه کشی کردن، یه سری انتخاب شدن برای سری اول، من برای سری دوم انتخاب شدم که اولین سری رفتم همدان. دو هفته بعد جنگ رفتم همدان. از اونجا ماموریت های نیروی هوایی را بیشتر کلوزر ساپورت به حساب زدن نیروهای دشمن تو خاک خودمون بود. اون دو سه ماه اول جنگ خیلی بچه ها پوشش کردن تا تونستن جلو عراقی ها رو بگیرن، چون هیچ نیروی جلو به حساب اون لشکرهای عراق نبود که جلوشون بگیره. به ما به حساب هدف میدادن جاده اندیمشک اهواز آبادان رد کردید، هر چی دیدی در آقه. ما میرفتیم همینجور تو صحرا میگشتیم، میدیم بعد از ظهر. اولین ماموریتم من با سروان مرشی زاده بود که رفت، ما شماره دو بودیم. بعد من سمت راست خودمون نگاه کردم، دیدم یک اندازه شهرک بردیسان نیرو تجمع کرده، مثل اینکه اینا مثلا روز اومده بودن جلو، صبح بعد از ظهر دیگه جمع شده بودن اونجا که حالا ببینن چیکار میخوام بکنن. رفتیم دو فروندی، بمبامون هم یادمه از این CBU بود، شماره یکمون سمت
راست اون حساب قرارگاه رو زد، ما شماره دو بودیم سمت چپ رو زدیم. بعد چون اولین راید جناب مرعشی زاده بود، یه دفعه بمباری که تخلیه کردیم هواپیما افتاد تو یک پیایای شدید، 12 جی مثبت 4 جی منفی میکشتیم. بعد گفت منصور زدنمون بپریم بیرون، گفتم نه نه پری بیرون، بپری عراقی ها میکشنه. هیچی نخورد به هواپیما، اجازه بده هواپیما بره بالا. بعد همینجور هواپیما رفت بالا، من دیدم بعد شیرجه کرد سمت زمین، گفتم خودت شیرجه کردی گواره دیگه، دست خودم. بعد اومدیم همدان که نشستیم، گفتش که اگر شما با من نبودی من پرده بودم بیرون. تنها که میتونست امنیت بده یا خوشی بده شما بودید، و اگه کس دیگه بود حتما من پرده بودم بیرون. گفتم الان دست تاقیه بودی منم نبود، چی بلای سرت بیاد. یه از اونجا ماموریت های مختلف اندام زدیم. با جناب دوباره مرعشی زاده رفتیم تو به حساب پالایشگاه غرب اونجا رو بمبارون کردیم. و دو سه ماه اول جنگ فقط نیروهوایی بود که جلو عراقی ها رو میگرفت. صبح و بعد از ظهر بچه ها از همدان که من از قسمت کردستان گرفته تا یادم پروازهای روی خرمشهر هم انجام میدادیم. و بعد از 3-4 ماه که به حساب نیروهوایی جلوشون گرفت و بمباران زیاد میکرد، اینا مجبور شدن برن تو سنگرها. وقتی رفتن تو سنگرها دیگه هدفهای نیروهوایی تغییر کرد، بیشتر جاهای اقتصادی عراق شروع کردیم زدن. در سال 61 روز راهپیمایی روز قدس بود که من با داداشم و خواهرم اینا که اومده بودن پدومن، رفته بودیم سمت قاره علی سعد. دیدیم قاره علی سعد بسته است به خاطر راهپیمایی روز قدس. بعد اومدیم پایگاه، دیدیم خیلی شلوغه پایگاه. گفتیم چه خبر شده؟ گفتن هواپیمای عراق اومدن شهر همدان رو بمبارون کردن. و تو رون بله آماری دادن حدود 400 تا از خانوما فقط شهید شدن. اینا راحت تو شهر میگشتن چون بدافندی نداشت شهر، و هر جا تجمع آدم میدیدن همونجا رو بمبارون میکردن. حتی پایگاه راهپیمایی مثل ورزشگاه همدان بود، اونجا ورزشگاه رو بمبارون کرده بودن که این دروازه های فوتبال کنده شده بود، افتاده بود توی تماشاچی ها. آخه و بعدش اومدن مدرسه در کرمانشاه رو بمبارون کردن، اونجا خیلی بچه ها شهید شدن. نیروهوایی درخواست کرد از امام که ما عمله مقابله به مصر بکنیم، بریم شهرها رو بمبارون کنیم، که امام دستور فرمودن که ما نمیخواییم مردم بیگناه کشته بشن. بعد در همین بیم بودیم که من شب 29 به حساب تیر ما افسر آلرت پایگاه بودم، به تب اونجا بودیم تا صبح نخوابیدیم. صبح اومدیم خونه خوابیده بودم، حوالی زور بیدار شدم و دیدم شهید دوران به من تلفن کرد. گفتم عباس چه خبر؟ گفتش که ساعت 5 بیا پست فرمانده. ساعت 4:45 من رفتم پست فرمانده، آقای منصور شورچه اونجا افسر پست فرمانده بود. گفتم منصور ماموریت کجاست؟ گفت بغداد. گفتم من فردا صبحونه رو بغداد میخورم. گفتش نه اگر فکر کنی مشکل پیش بیاد تو من برم به جات پرواز اینا. گفتم نه این اصلا تو سرنوشت منه، که انگار بهم الهام شده بود که این آخرین پروازه. اولای جنگ بهم الهام شده بود که شما شهید نمیشی، اسیر میشی. به طب اینجا دیگه بارم
روشن شده بود که الهام شده بود که آخرین پرواز ده. دیگه اونجا نشستیم، ساعت 5 شد، شهید دوران با جناب اسکندری، باقری، توانگریان، خسروشاهی، جناب خضرایی فرموده پایگاه و جناب شهید یاسینی، هر دوتاشون شهیدن. اینا من معذرت میخوام اگه نمیگم شهید، خضرایی فرموده پایگاه، شهید یاسینی رئیس عملیات پایگاه بودن. اینا اومدن تو اتاق بریفینگ نشستیم صحبت کردن. صحبت کردیم که چجوری بریم به صاحب پالایشگاه بغداد بزنیم. هدف اصلیمون پالایشگاه بغداد بود، هدف ثانویمون نیروگاه اتمی بغداد بود که شهید دوران پیشنهاد میداد که اول شهر رو رد کنیم، پالایشگاه رو بزنیم، بعد بگردیم به سمت ایران. و من و باقری و جناب اسکندری گفتیم که اول بریم پالایشگاه رو بزنیم، بعد عروس شهر رد شیم بچرخیم به سمت ایران. دیگه این خواسته ما به حساب برآورده شد و شهید یاسینی تو اون بریفینگ گفتش که من میدونم منصور شما زیاد پرواز کردید، ولی چون شما به اخلاقیات شهید دوران آشنایی داری، به خاطر همین من شما رو گذاشتم با ایشون پرواز کنم. گفتم مشکل اینه من هر پروازی باشه شما خودتون میدونین که با جون دل دوست دارم انجام بدم. دیگه بریفینگ تموم شد، شهید دوران در اومد به من گفتش که منصور اگر مشکلی برای هواپیما اتفاق افتاد خاک عراق، شما خودت تنهایی بپر بیرون و من نمیخوام اسیر عراقی ها بشم. گفتم باشه هرچی شما دستور بدید. که دیگه رفتیم روز 30 تیر ماه، 30 ماه مبارک رمضان هم بود، یوم مشک بود. ما بلند شدیم تو خونمون، شروع کردیم سحری خوردن، دیدم جناب باقری هم با لباس شخصی ساک لباس پروازش توشه اومد خونه ما. گفتم شما اینجا چیکار میکنی؟ گفت من مهمون داشتم و خانوادم نمیخواستم متوجه بشن که من پرواز دارم، به خاطر همین اومدم اینجا پلو شما. بعد داشتیم سحری میخوردیم، شهید دوران هم به ما ملحق شد، سحری خوردیم، سوار ماشین شدیم، رفتیم اتاق چتر نجات، لباسامون رو برداشتیم به سمت هواپیما که من داشتم میرفتیم. گفتم خدایا 99% میدونم برنمیگردم، 1% دیگه واقعا برنمیگردم. من رفتم پای هواپیما یه اشکال جزئی داشته باشه. آخه عزیزم، به هواپیما برق وصل کردن، شهید دوران به من گفت شما داخل چک کن، من دور هواپیما رو چک میکنم. برق که وصل شد به هواپیما، من رفتم دیدم حالت نمامون و سم نمامون همینجور باز خودش داره میچرخه. به میکانیکا گفتم که این یه اشکال جزئی داره. اومدم بالا هر کاری کردن نتونستن درست کنن، گفتن هواپیما باید ابورت کنه و پرواز نکنه. بعد من با شهید دوران گفتم پس چیکار کنیم؟ گفتش که حیف این ماموریت از دست بدیم، حالا میریم سر باند تا لب مرز میریم. اگر دو تا هواپیما سالم بودن، اون دو تا وارد مرز شدن، ما از اونجا برمیگردیم. قرار بود سه فروند بلند شیم بریم تا لب مرز، اگر که همه هواپیما سالم بودن، شماره 1 و 2، شماره 1 شهید دوران بود با من، شماره 2مون مرحوم اسکندری بود با جناب باقری، شماره 3مون توانگریان بود و خسروشاهی. روحشون شاد باشه. بله، رفتیم سر بام، ما به عنوان شماره 3 وایسادیم، شماره 1 اسکندری، شماره 2 توانگریان. وقتی شماره 2مون رو باندوید، یه دفعه گفتش که هواپیما من اشکال ورد، من ابورت میکنم. بعد ما شروع کردیم رو باند دویدن،
حتی هنوز شماره دو باند تخلیه نکرده بودیم. ما این منطقه سمت چپ گرفتیم که وقتی بلند شد من گفتم الان ممکنه بخوریم تو تیل هواپیمای جلویی ما. اینقدر نزدیک به هم بلند شدیم که شماره یکمون مرحوم اسکندری گفتش من فکر کردم شما از باند رفتید بیرون. رفتیم جویناب کردیم به شماره یک تا نزدیک کرمانشاه 15,000 پا پرواز میکردیم. شماره یک اسکندری بود، شماره دو ما. نزدیک کرمانشاه جامون رو عوض کردیم، ما شدیم شماره یک، مرحوم اسکندری شماره دو. از جنوب ایران وارد خاک عراق شدیم. به محض اینکه وارد خاک عراق شدیم یه موشک سام 7 به سمت شماره دو ما پرتاب کردن که من گفتم شماره دو یه موشک داره به سمت دو میاد که سرعتمون خوشبختانه 50 تا بود. موشک سام 7 رسید و با یه فاصله مثلا 500 متریه که زمین پرواز میکردیم که رادار عراق میخورد به هواپیمای ما. عباس یه عادتی داشت که تو پرواز یه بار باش صحبت میکرد عصبانی میشد. دوران خواستن که لیدی بگیرم. آها اوکی. لید شدیم از جنوب ایران وارد مرز شدیم. ورود به مرز یه موشک به سمت هواپیمای شماره دومون پرتاب شد که من به جناب اسکندری گفتم مواظب باشید یه موشک داره به سمت دوم میاد. خوشبختانه سرعتمون بالای 450 تا بود دیگه. اونجا موشک سام 7 به ما رساند حدود 500 متری عقب هواپیمای شماره دومون منفجر شد. ارتفاعمون بین 10 تا 15 متری زمین بود. گاهن یه موج رادار به حساب عراق به ما میخورد. من به شهید دوران گفتم که عباس یه موج رادارشون داره به ما میخوره. شهید دوران تو پروازها اینطوری بود که یه بار مثلا یه تذکری بهش میدادی، اگه دفعه دوم میدادی ناراحت میشد که چرا میگی دوباره. به طب من دیگه چیزی نگفتم. بعد چند ثانیه آیه اسکندری گفتن که موج رادارشون داره ما رو میگیره میخوره به هواپیمای ما. بعد در اومد گفتش که من حالا میفرمایید برم زیر زمین پرواز کنم. صحبتمون قطع شد. همینجور من سمت بهش میدادم میگفتم بپیچ به راست بپیچ به چپ. وقتی نزدیکای حساب بغداد شدیم به من گفت بیشتر حواست به هوا باشه، یه وقت هواپیمای عراقی نیاد ما رو راه گیری کنه. ما رو جاده به حساب از بغداد به سمت جنوب میرفت. من نگاه کردم دیدم مردم انگار آمادگی دارن که هواپیمای داره میاد به سمت بغداد. ملت اومده بودن کنار. بعد قرار بود جاده رو که رد کنیم، یه جاده کوچیکی بعد از این جاده یه پلی بود اونجا برسیم بچرخیم به سمت شمال. که ما رسیدیم روی پل من گفتم عباس بچرخ به سمت شمال. گفت هنوز نرسیدیم به پل. گفتم چرا پل رد کردی بپیچ. در همین صحبت بودیم مرحوم اسکندری گفتش پل رد کردید من میپیچم شما بپیچم شما بعد اونجا مرحوم اسکندری شماره یک ما شدیم شماره دو. گاهن توی افق که میمد بالا من هواپیمای اونا رو میدیدم چون هوا هنوز تاریک روشن بود. ساعت 6:30 صبح بود ما رسیدیم رو بغداد. حدود
20 کیلومتری جنوب شرق بغداد گشتیم به سمت شمال، قرار بود همه سمت شمال ادامه بدیم، ساعت 2 یا 3 مون پالایشگاه رو دیدیم بچرخیم به سمت پالایشگاه، بمبامون رو تخلیه کنیم و همون مسیر رو ادامه بدیم رو شهر. توی این فاصله هر 5 کیلومتر یه دیوار آتش جلو ما روشن شد، یعنی ما این 3 دیوار آتش که رد کردیم، شاید دوران به من گفت که منصور موتور راستمون آتیش گرفته، گفتم الان که کاری نمیتونیم بکنیم، اجازه بده پالایشگاه رو که بزنیم بعد حالا یه موتورمون رو خاموش کنیم بریم به سمت ایران. بعد همون موقع گویا مثلا هواپیمای ما آتیش گرفته، شماره 1مون ما رو میدیده و ما دیگه رادیو اونا، ما رسیدیم رو پالایشگاه، بمب‌ها رو تخلیه کردیم، من تو آینه های هواپیما نگاه کردم دیدم پالایشگاه آتیش گرفته، خود هواپیمامون از قسمت دوم تا پشت سر کابین عقب داره میسوزه همینجور. ولی این صحبتی که میکنم شاید مثلا 1 ثانیه طول کشید. نگاه کردم اومدم داخل هواپیما انجین اینسترومنت چک کردم، دستم رفت واسه ایجکشن سیت که بذارم رو حالت 2 نفره و به شهید دوران بگم که آماده باش بپریم بیرون. در همین بین یه دفعه دیدم دستگاه های هواپیما جلو چشم سیاه شد، همون موقع بود که من داشتم از هواپیما میرفتم بیرون. ایشون کشید احتمال قوی، حالا یا ایشون کشید دیگه، به قول آقای هاشمی رفسنجانی میگفت خداوند شما را از تو آتش نجات داد. من پریدم بیرون، دیگه از همون موقع که داشتم از هواپیما میرفتم بیرون بیهوش شدم و حدود ساعت 8:30 بهوش اومدم. تو وزارت دفاعشون داشتن لبم بخیه میکردن، اولین جای آدم که مثلا بهوش میاد گوشه، گوشم بهوش اومد، دیدم اینجا صدای عربی داره میاد، خدای اینجا کجاست، من تو هواپیما بودم، اینجا نکنه ما مردیم، اینجا اون دنیاست، اومدن سوال جواب کنن از ما اینا. دیگه کشم باز کردم دیدم 2 تا سرباز عراقی، یه درجه‌دار عراقی و یه پزشکیار داشت لبم بخیه میکرد. آدم لباس پروازمو در آوردن، این لباس دیشداشه بهش میگن عربی، بردم بیمارستان الرشیدشون. این کارشون خوب بود، ولی چون اگر ما رو با همون لباس پرواز میبردن بیمارستان الرشید، ممکن بود کسانی که تو پالایشگاه زخمی شده بودن، شهید شده بودن، برده بودنشون اون بیمارستان، خانواده هاشون به ما حمله کنن. و این لباس عربی رو که به من پوشونده بودم، ولی بازم من دیدم مردم به صورت مشکوک دارن به من نگاه میکنن. ما رو بردن توی اتاق، دستگاه بیمارستانشون هم خیلی خوب بود، یعنی توی اتاق خوابیده بودی دستگاه های مختلف میمد رو بدنت عکس برداری میکرد میرفت، گفتن شما شکستگی نداری. من این پای راستم کامل کبود شده بود، 2-3 تا مورای کمرم شکسته بود، 2 تا مورای گردنم شکسته بود، ولی اونا تو اون عکس برداری متوجه نشدن، حتما باید امارای میکردن که نکردن. بعد ما رو برگردوندن وزارت دفاعشون، 15 روز وزارت دفاعشون بودیم که اونجا هر روز میمدن بازجویی و میگفتن شما اومدید کنفرانس به هم بزنید. واقعا من نمیدونستم اصلا اون موقع کنفرانس چیه هست و اینو خدا بهم کمک کرده بود که واقعا ندونم چیه. من میگفتم اصلا کنفرانس چیه، ما واسه چی بیایم کنفرانس با هم بدنیم، ما اومده بودیم به حساب پالایشگاه رو بزنیم. و خیلی سوال میکردن راجع به این کنفرانس و منم اظهار بی اطلاعی میکردم. 15 روز اونجا بودیم، بعد منو فرستادن استخباراتشون، اطلاعاتشون اونجا، یه
ساختمون بود تقریبا 5 طبقه، طبقه 1 و 2ش اداری بود، طبقه 3 و 4 و 5ش سلولایی که بودن که بقیه بچه همون قبلا اونجا بودن. فکر کنم اتاقای بالاشون پر بود اون موقع از زندانی های خودشون. منو طبقه 2 نگه داشتن توی اتاق 1 متر در 2 متر، اونجا درش باز میشد توی راه روی که صبح و ظهر و شب که بار من غذا میوردم، من به خاطر اینکه چند قدم راه برم میگفتم میخوام برم تا دستشویی، همینجور میرفتم تا دستشویی برمیگشتم، بعد نگاه میکردم دیدم عراقی ها رو به هم بستن پوستر و جلو در اتاق ها منتظرن انگار مثلا بازجویی بشن. و تو اون حساب انفرادیه که بودم گاهن صدای شکنجه، صدای ضرب و شتم، صدای زن، صدای بچه گریه کردنهاشون میشنیدم. اینا میگفتم الان دیگه نوبت من، فردا نوبت منه که ببرم من اذیت کنم. به همین صورت بودیم. فقط روز اول یه خورده منو شکنجه کردن، یه دستگاه برقی میذاشتن روی شونم و اونم به خاطر کنفرانس بود. میگفتن شما اومدید حتما کنفرانس رو به هم بزنید. میگفتم بابا اصلا من نمیدونم کنفرانس چه، ما چیکار داریم به کنفرانس، ما اومدیم هدف نظامی زدیم. بعد اونجا بودم حدود 20 روز گذشت، جناب کریمی نیا رو آوردم پرومن. جناب حسین کریمی نیا ایشون اول جنگ به حساب اسیر شده بودم روی گیلان غرب. بعد توی اردوگاه مثل اینکه عراقی ها اومده بودن مثلا در اتاق سرگرد عراقی، معمولا مسئول اردوگاه ها سرگرد بودن، اومده بود جلو در بچه های خلبان، جناب کریمی نیا در اومده بود بهش گفته بود که همین روزا سربازای ایرانی میان این قفلا رو میشکنن ما رو آزاد میکنن. موضوع اونا ناراحت شده بودن، اینا ورده بودن به صورت تنبیه اطلاعات شد. خلاصه ایشون بر ما داستان از اطلاعاتشون تا اردوگاه رو واسه من تعریف کرد. گفت یه سری بچه هامون توی زندان ابو غریب، یه سری بچه هامون توی اردوگان که اردوگامون 120 کیلومتر از بغداد به سمت غرب میرفت به سمت اردن، اونجا اردوگاه انبار بود اونجا هست دیگه. یه 2 ساعت ایشون پلو ما بود، ما نهارم یادشون رفته بود بار ما بیاره، هرچی ایشون میگفت بگو نهار بیارم، من میگفتم نهار میخوایم چیکار، پیشین صحبت کنیم. یه صحبت کردیم، ایشون به من میگفت که مواظب باش تو این دیوارا ممکنه بلنگو کار گذاشته صحبت هایی که میکنی. گفتم صحبت خاصی که ما نمی کنیم، ما فقط همین وضعیت شما ها رو داریم میپرسیم چطوری هست چطوری نیست. دیگه 2 ساعت بعد گفتم حالا شب اگه بخوای اینجا بخوابی چطور باید بخوابیم توی یه متر دونه برادر چطور باید بخوابیم. بعد 2 ساعتی که گذشت اینو اومدم بردنش اپلو من بردن و ما رو یه ناراحتی عجیبی قن عجیبی من اونجا گرفت که چرا ایشون اپلو من بردن. و خلاصه 5 روز ما تو اون اتاق بودیم. بعد روز 45 من اومدم بردم طبقه بالا، اونجا چشمون چون بسته بود من حس میکردم تو راه رو روی آدما دارم قدم میزنم، انگار معلوم زندانیانشون زیاد بودن. ما رو کردن توی اتاق و گفتن امروز میری اردوگاه. بعد گفتم پس چرا ما رو بردید اینجا، از همونجا ما رو میبردید اردوگاه دیگه؟ گفتش که نه، توی این اتاق تقریبا 2 متر در 2 متر بود، آجرای قرمز داشت، اون بالای اتاق یه پنجره باریکی داشت که مشبک بود، مشبکاش هم رو به هوا بود که مثلا
بعد این خورشید نمیتونست بیاد داخل. داخل دیوارم به اندازه حدود نیم متر سوراخ کرده بودن، یه لامپ چهل زد اون ته بود، جلوشم مشبک بود و توری اینا که کسی نتونه مثلا خودشو خودکشی کنه اونجا. بعد من با زور هوا که مثلا یه مقدار روشن میشد رو دیوارها رو میخوندم که 6 ماه من اینجا بدون دلیل بودم عربی، خدا نوریست در آسمان ها و زمین. بعد یه جایی اتاقه رو نگاه کردم اسم 6 تا بچه های خودمونم دیگه. من اونجا بودم توالی زور اومدم منو بردم بیرون. بعد سواری اونجا اطلاعاتشون پاترول های سفید داشتن، یعنی پاترول سفید مختص اطلاعات بود. بعد یه روز از یکی از سربازاشون پرسیدم، گفتم اینجا چطوریه ماشین ها مثل این که اختصاصیه؟ گفت آره اینجا ببین افسرا و اونایی که مجلسی هستن، مجلسشون میتونن بنز داشته باشن، همینجور رده رده میاد پایین تا مثلا درجه دارا مثلا تیوتا میتونن داشته باشن، بالاتر نمیتونن داشته باشن. برای که من یه روز که داشتیم میرفتیم به حساب زیارت دیدم یه ماشینه اومد رفت و پلیسی که سر چهار را بود بهش احترام گذاشت. گفتم این چره بهش احترام گذاشت؟ گفت این حتما یا افسره یا مجلسیه. بعد ما رو سوار پاترول کردم رفتیم تو شهر. من دیدم رفت در زندان، گفتم ای وای کریم نیا که میگفت بچه های یه سری زندان هم یه سری اردگاه، ما افتادیم جز زندانی ها. بعد همراه من یه دونه عراقی هم بود، عراقی ها رو پیاده کردم، من رفتم پیادشم، گفت نمیخواد تو پیادشی تو بشی. اونجا هم دیگه چشما رو نبستن و تو شهر میگشتن و اینا، اونو تحویل زندان دادم، دوباره تو شهر گشتن اینا. نزدیک غروب آفتاب بود، ما رو وردن تحویل دژبانی دادن. بعد تو دژبانی یه سرباز یه مقدار انگلیسی بلد بود، گفته شما همون خلبان نیستی که 2 ماه پیش رو بغداد هواپیما داشتش گرفته بود؟ گفتم چرا، شما چی دیدی از اون هواپیما؟ گفت من دیدم یه دونه چتر از توش اومد بیرون و بعدش هواپیما چند ثانیه بعدش شیرجه کرد داخلش. گفتم شما مطمئنی که یه دونه چتر بود دوتا چتر نبود؟ گفت من مطمئنم که یه دونه چتر بود. خلاصه ما یه شب دژبانیشون بودیم، فردا سواری ماشین کردم ما رو بردم سمت اردوگاه. حوالی زور رسیدیم اردوگاه. اردوگاه معمولا اینجوری بود، صبح تا ساعت از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 هواخوری داشتن بچه ها، قدم میزدن ورزش میکردن، بعد 12 میکردن داخل اتاقا تا ساعت 3 و 4 دوره میمدیم بیرون تا نزدیک غروب آفتاب. غروب آفتاب دوره ما رو میکردن داخل اتاق. داخل اتاقامون هم نه آب داشتیم نه به حساب دستشویی داشتیم، هیچی نداشتیم. و سربازا از به حساب اون اردوگاه طوری بود که یه قسمت افسرا بودیم، قسمت زیرمون به حساب بیمارستان بود که بچه هایی که تو جبهه زخمی بودن میبردنشون اونجا. اردوگاه به حساب بنمون یه سیم خاردوار بود، اون قسمت اردوگاه بچه های بسیج و سرباز و سپاهی اینا بودن، درجه دارا بودن اینا. بعد من رفتم ما رو به حساب بردن داخل اتاق بچه های خلبان، رفتیم بچه ها رو دیدیم خیلی خوشحال شدیم. و اونا همیشه میپرسن از ایران که ایران چطوریه، کی بکنید جنگ تموم بشه اینا. من اون موقع که به حساب اسیر شدم داخل هر جایی که میرفتم انگار مثلا یه نفر به میگو که شما مثلا چند روز اینجایی. حتی رفتم تو اتاق حساب استخباراتشون، یکی انگار بهم گفت 45 روز اینجایی، بهم الهام بشد 45 روز در نوشتم که من اینجا درست سر 45 روز اومدم منو بردن.
ای جان اردوگا که رفتم بچه ها گفتن فکر کنید جنگ کی تموم میشه، گفتم 8 سال دیگه برای خودتون بذارید، کی؟ 8 سال دیگه برای خودتون بذارید. ای جون دلم ماشاءالله. آقای قادری، تیمسا قادری هم من با من همدوره رفیق هم بودیم، به حساب روز اول هم من دعوت اون بودم، یه پنیر به حساب پولش پدنداز کرده بود، یه پنیر از این کرفتا خریده بود و بعد که غذا رو بردن زورا معمولا برای میدادن یه مقدار خورش هم یادم بامیه بود، بعد اون پنیره رو برید گذاشت بر من، گفتم شما مگه پنیر با برای میخورید؟ گفتش شما هنوز انرژی های ایران تو بدن ده، ولی یه مدت بزن بگذاره اینجا همه چیز با همه چیز مجبوری بخوری. پنیر رو من دیدم جنوبی ها پنیر رو با برنج میخورن دیگه نمک نمیزنن. آها اینا از این پنیرهای کرفت بود و من تعجب کردم، ایشون به حساب به من خدمت کردن. بعد وقتی 8 سال دیگه ما اینجاییم یه چند روزی اصلا با من صحبت نمیکرد، بعد که 8 سالمون گذشت گفتش که روزای اول یاده گفتی 8 سال، گفتم آره، گفت یاده یه مدتی باید صحبت نمی کردم، گفتم آره دلیلش چی بود؟ گفت من انتظار داشتم که تو بگی که هفته آینده یا 2 هفته دیگه جنگ تمومه. آخه عزیز ایران شما عزیز 8 سال و اصلا قد حیاتم شد. خلاصه تو اون اردوگاه بودیم، فقط 22-23 نفر بچه های خلبان بودیم، یه دونه پزشکیارم که روزا میرفت تو همون بیمارستان خدمت میکرد پلوی ما بود، ما بهش میگفتیم دکتر مجید. بعد یه روز داشتیم قدم میزدیم اونجا، من دیدم صدای ناله از توی این بیمارستان داره میاد، اینا صدای عربده داد قال اینا. بعد که اومدیم بالا شب دکتر مجید اومدن، گفتیم چی بود این سر صدا؟ گفتش یکی از بچه های سرباز پاش تیر خورده بود و این پاش عفونت کرده بود. و بچه های کیا؟ بچه های سرباز. آه سرباز عراقی ایرانی که تو جبهه اسیر شده بود. سرباز خودمون. خب تیر خورده بود تو پاش عفونت کرده بود و ما مجبور بودیم پاشو قطع کنیم. در بچه هیچ داروی بیهنده نداشتیم، ما مجبور شدیم پای ایشون رو با اره برقی قطع کنیم و تو چیز این داد و قال و این سر صدا به خاطر اون قطع کردن پای اون بیچاره بود. بعد دیگه ما تو اردوگاه بودیم تا یه روز حدود 1.5 سال از اصالتم گذشته بود، رادیو تلویزیون عراق اومد توی اردوگاهمون که با بچه ها مصاحبه کنه. بچه هم دوست نداشتن مصاحبه کنن، از در که وارد میشد اول قسمت سربازا بود، بعد وقتی اون قسمت وایساد بچه های سرباز و بسیج و اینا با دمپایی حمله کردن به ماشین عراقی ها، خبرنگار ها فرار کردن، اینا هم ورداشتن شیشه های ماشین شکندن، دوربین های بزرگ رادیو تلویزیشون رو خورد کردن، بعد عراقی ها بیرون شروع کردن تیر اندازی کردن. ما همه رفته بودیم پشت ستون ها قایم شده بودیم که تو اون سانحه ما فهمیدیم که یه دونه تیر که مثلا به دیوار خورده ترکش خورده تو چش یکی از بچه های سرباز اونجا چش شد دست داده. بعد اومدم درها رو بستم، 3 شبانه روز دیگه هیچ بیرون رفتنی بار ما نبود، توی این اتاقا فقط بچه ها دراز کشته بودیم، غذا هم که میبردم نمیخوردیم چون بعدش احتیاج داشتیم مدارت هم بریم دستشویی یا جایی اصلا در با نبود که بریم. بعد از 3 شبانه روز میگفتیم چرا ما رو این کار میکنین؟ اونا شروع کردن میگفتن شما به اونا دستور دادی. دیگه در صورتی هم که اونا مثلا ارتباطمون در این حد بود که مثلا غذا رو از آشپزخونه میبردم داخل اتاق به ما تحویل میدادم، حتی سرباز عراقی هم باشون بود که یه وقت ما با هم کانتکی صحبتی چیزی نداشته بود.
ولی اونا میگفتن شما دستور داده این سه، بعد سه شبانه روز شب اومدم افسرها سوار اتوبوس کردن ما رو بردن اردوگاه صلاح الدین، اردوگاه پنج صلاح الدین که اول سه تا اتاق افسر بودیم، بعد کم کم اضافه شدیم شیش تا، بعد اولش دوباره سه تا اتاق دیگه هم سرباز بودن، کم کم افسرها که اضافه می شدن سربازها رو تخلیه می کردن که بعدا همه اتاقا رو شیش تا. یک روز سرباز عراقی اومد به ما مثلا صبح آمار می گرفت، عصر آمار می گرفت، عصر اومد آمار بگیره گفتش که ما باید جلو ما بشینه، بعد فرمونده اتاق ما تیمسار ده خارقانی بودن، ایشون گفتش ما افسرهای ایرانی هیچ وقت جلو به شما ها نمیشینیم، یعنی خودمون کوچیک نمیکنیم جلو شما ها بشینیم، ما نمیشینیم، هر کاری که افسر اردوگام اومد یه سروانه بود یه سرگرده بود اومدن هرچی اصرار کردن که بشینیم گفتیم ما نمیشینیم. دوباره اونجا ما رو تنبیه کردن داخل اتاق، اونجا معمولا تنبیه که میکردن اردوگاهی میکردن ما رو که داخل اتاق، بقیه بچه ها رو داخل اتاق در اتاق ها رو بستن. دوباره سه شبانه روز ما بدون دستشویی و این چیزا اینجا بودیم. بعد روز سوم اومدن تیمسار دهقانی رو بردن به حساب حالت تنبیه موهاش کوتاه کردن، باز کردن همه اردوگاه رفتن سرشون رو حتی زدن به خاطر آفرین داشته باشیم. بعد دیگه تو اون اردوگاه بودیم تا 25 مرداد 69، هی رادیو تلویزیونشون تبلیغ میکرد که یه سخنرانی مهم صدام میخواد بکنه، ساعت 11 ما رفتیم پای تلویزیون ها، بچه ها بعضی ها عربی وارد بودن دیگه، سخنرانی کرد که ما تصمیم گرفتیم یه طرفه به حساب اسیرهای ایرانی رو تحویل ایران بدیم. تعویض اسرا از شمال بغداد شروع شد، اردوگاه رو تخلیه میکردن میبردن، بعد سربازهای عراقی به ما میگفتن که مثلا چهارم شهریور از شما میشه،